میخوام راجع به ساز سلانه بگم. اصلا اسم این ساز خیلی در این حال خنده‌داره، یعنی که ما با این دوستمون سیامک افشاری که رشته شهرسازی و معماره ولی از قبل ستار میساخت، دوست خیلی نزدیک و قدیمیه، هم دانشگاهی. صحبت این بود که همین صحبته که من کردم، مثلا این سازای ما این سیمای رزونانس اگر داشته باشه یا میشه تجربه کرد، این حتما داشته، حالا از بین رفته اینا. بالاخره کندکا و اینا که به چه شکلی برسیم، روی تصاویر قدیمی یا مینیاتورها به یه شکلی سیامک رسید که از نظر ظاهر تکلیف زر روشن شد، تقریبا یه نوایی مثل یه عود، کاسه عود کوچیک‌تر، که این تصویر تو خیلی از تصاویر قدیمی از قدیم نگاه کنین تو مینیاتور هستش. این که چگونه سیم‌های رزونانس که وقتی این همه سیم اضافه میشه، بذارید من این دستم بگیرم، شما الان در ظاهر میگه خب یه مثل تارو ستارینه یه 5-6 تا سیم داره، 6 تا سیم داره. خب این سیم‌های که قطورترن سیمایی هستند که روش ملودی اجرا میشه، ولی اینجا یه سری سیم هست که در این ساز خیلی سخت بوده، یعنی از این به اینجا وصله، از این زیر این دسته رفته توی دسته که از پشت دسته. این البته یکی از سلانه هاییست که مرحله بعدی سلانه از این تکمیل تر شد، یعنی همه چی دیده نمیشه، ولی اینجا برای تشریح خیلی خوبه که شما این توی دسته یه سری سیم میبینید که اینها خب تعداد گوشی ها میبینید که از تعداد 6 تا سیم بیشتره، پس یه تعدادی از این گوشی ها مربوط میشه به اون سیمای رزونانس، سیمای تنین. خب که وقتی که شما بنا به هر گامی که بخواید اجرا بکنید اونو مطابق با اون صدایی رو کوک میکنید که هارمونیک های اون گام شما یا دستگاه شما تقویت بشه، نوتای شاخصش، نوتای اصلش، همین کاری که مثلا در رباب میشه و یا در سیتار میشه، در سازهای بلوچی، هندی، پاکستانی، اینا همه دارن.